خانم آقایان همیهنان که من نمیدونم دوربین من کدومه آقای بارتان، این یا این؟ من چراغا رو نمیبینم. بله آقای بارتان. آها اوکی. خانم آقایان همیهنان گرامی، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. هر روز که همیهنان گرامی میگذرد، از کسانی که خودشون معتقد به رژیم جمهوری اسلامی بودن، ولایت فقیه رو قبول داشتن و از خانوادهشون در جنگ ایران عراق شهید دادن و به طور کامل در خدمت رژیم بودن، بعد از اینکه دستگیر میشن به زندان فرستاده میشن، شکنجه میبینن و مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، بیشتر و بیشتر اعتقاد پیدا میکنن برای اینکه این یک رژیم جنایتکار و جانی و رژیمی است که به هیچ وجه اون ظاهری که از خودششون میده، یعنی اعتقاد به دین و اسلامیت و اینی که یک قدیس درست کردن اون بالا به اسم علی خامنه ای رئیس روزخانها، اصلا این خبرها نیست. یکی از کسانی که اخیرا نامه نوشته، حدود دیروز یا پریروز، آقای روح الله زم هست، پسر آقای زم که یه موقع مدیر کل وزارت ارشاد بود، مدیر کل اون سینمایی. پدر ایشون یه آخوند بود، بعد در وقایع سال 88 پسرش همین آقای که امروز نامه نوشته ایشون رو دستگیر کردن، بردن زندان. یه نامه نوشتن که نامه رو خدمتتون خواهم خوند و ایشون به آقای خامنه ای مسائلی رو مطرح کرد. الان آمده بیرون از زندان، مسائلی رو مطرح کرد که آدم حیرت میکنه. همینان گرامی و در برابر اون افشاگری هایی که ما در این برنامه های خارج از کشور میکردیم، یعنی ضد انقلاب با قول اینا فراری، اصلا بسیاری از نکات رو ما نتوانستیم منعکس بکنیم. و مهمتر از همه اینه که هر چقدر بر سبعیت رژیم افزوده میشه، بیشتر و بیشتر بوی کثافت این رژیم به مشام مردم میهن ما و خارج از کشور میرسه. من بارها در خیابان ها، در مهمانی ها، نمیدونم در اجتماعات که تشکیل میشه، وقتی با من صحبت میکنن، خب حالا از سر درد دل بعضی ها میپرسن آقا اینا محکم نشستن، ما فکر نمی کنیم که اینا کوچکترین آسیب ببینن تا اینا حتی شروع میکنن یه سری توهمات رو سرهم کردن و مقدار زیادی حقایق. ولی همینان گرامی، اگر تازه بپذیم که اینطور نیست، که این رژیم یک رژیم قدر قدرت و همه سیاست های خارجی جهان این رژیم رو دارن حفظ میکنن که اینطور نیست، ولی کثافتی که از داخل این رژیم به وجود آمده در از این 33 سال بوده، از روزی که رهبر کبیر انقلاب اومده ایران، این رژیم از داخل خورده شده از بس که کثافت بوده. برای اینکه یه عده غارتگر، عقب افتاده، بی‌مغز ولی جانی و چپاولگر در اون مملکت بودن و اینها به هیچ وجه تأکید میکنم دوباره اجازه نمیدن که این چپاولی که در مملکت انجام میشه و اینا همشون در این چپاول شریک هستن و همه به آلافلوپی رسیدن، کوچکترین خدشهی به این چپاول اینا وارد بشه. اما اینطوری نیست، همه مسئله رو اونا نمیتونن در دست بگیرن، سرنخاشو و تصور بکنن با سرکوب، با کشتار، با
شکنجه های وحشیانه با کارهایی که اصلا دور از ذهن انسانه. یه عده جوانی میتوانند در پس عبا و عمامه یک روزخانی بشینند و ملت ما رو تفاوت کنند. این اصلا محال همش چیزه. من به شما بگم همیانان گرامی، این رژیم تمام این حرکات که داره انجام میده از سر ترس و حراسشه، چون میدونه اگر کوچکترین اغمازی بکنه، اگر از این شکنجه های وحشیانه و سبوانه یک مقدار کمی عقب بشینه، دودمانش برباد خواهد رفت. به این دلیل شما هر چقدر که بیشتر میشنوید که اینا جنایت میکنن، شکنجه میدن، آزار میرسونن، انسانها رو میکشن. نگاه کنید در خوزستان توی یک تظاهرات معمولی دوتا از هموطنان عرب خوزستانی ما رو گرفتن بردن زندان زیر شکنجه کشنشون. در زندانهای ایران وحشیانه ترین شکنجه ها در صورت میگیره و هزاران مردم قهرمان ما، دگر اندیشان، فرق نمی کند کدوم دسته، چپ، راست، میانه، کرد، عرب، همه این ایرانیان شرافتمند زیر دست یک عده وحشی، جانی، چپاولگر و خائن به میهن دارن مورد آزار و زجر و کشتار قرار می گیرن و تجاوز جنسی، ولی همچنان به مقاومت ادامه میدن. گفتم براتون همین شعار نیست، هر یک نفری که میخوره زمین ده ها نفری دیگه بلند میشن. برای این حقانیت دارن همیهنان گرامی. یه ملتی رو، این پوز نیست، این شعار نیست، با 7000 سال تاریخ یه عده روزخان عقب افتاده و یه عده عرازل و اوباش در آمده از قارهای تاریخ نمیتونن ساکت کنن. این رو من به ذات قاطع میگم که اینا نمیتونن ادامه بدن. فقط برای اینکه بدونید کثافت اینا تا کجا رسیده، یه نامه ای است از آقای مهدی خزعلی، میدونید که حدود 40 و چند روز ایشون اعتصاب قضایی کرد. پدرش یکی از اون فسیلای شورای نگهبان و نمیدونم دبیر بنیاد تدیر، میلیون ها به وسیله همین آخوندار به جیبش چپوندن. ایشون پسر اونه، یه پسرش هم در جنگ از دست داده. یک بارم این آقای دکتر مهدی خزعلی پزشک این رو آقه کرده بود، ولی ایشون گفت من نمیتونم شرافتم بپوشم به اینکه شما من آق میکنید یا میگید که کار خراب. نخه، من اعتقاد ندارم به اینا. این آدم چنان متحول شده، من هیچ وقت اعتقاد نداشتم، برای که میدونستم یکی از کسانی است که هنوز امام میکنه. ولی در این برهه از زمان، در شرایط فعلی، یه نامه نوشته به پسر آیت الله منتظری، آقای احمد منتظری. میگه برادر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حاج احمد منتظری، پیام محبت آمیز شما واصل شد. 45 روز ایشون اعتصاب قضا کرده، حالش بد شده. میدونید کتک زدن موقعی گرفتنش، دندونش شکستن، دستش رو شکستن در برابر خانوادش، بردنش زندان، شکنجه، کتکش زدن وحشیانه. بعد بردن توی دادگاه فرمایشی 14 سال، یه دادگاه 2-3 دقیقه، 14 سال محکوم به زندانش کردن. 10 سالم در نمیدونم یادم رفت الان کدوم شهر بیجار، و در اونجا 10 سالم بعد از اینکه زندانش تموم شد اجازه نداره از اون شهر بیاد بیرون. فقط برای چی؟ نامه نوشته. نه اسلحه برداشته، نه با اینا جنگیده، نه تو کوه رفته، نه سوء قصد کرده به کسی، فقط نامه نوشته. میبینید همیهنان گرامی، این سید علی آقای رئیس روزخانه‌ها چه مملکتی بهشتی به وجود آورده؟ این دموکراسی که میگه در جهان بی‌نظیره، نمونه است. نمونه‌ش می‌بینید. حالا
ایشون اعتصاب قضا کرد به اعتراض به این اعمال وحشیانه، تو زندان به قدری نحیف و لاغر شده، بیمار شد، سکته کرده، گویا بردنش بیمارستان، از اون بیمارستان که مربوط به سپاه بودم گم شده. یه طورایی میخوان سرش بکنن زیر آب برای اینکه این براشون دردسره. و خانوادهش مرتبا نامه نگاری میکنن و میگن که چه بلایی سر این اومده. حالا این آخرین نامه ایست که ایشون نوشته به آقای احمد منتظری. گوش کنید، پیام محبت. چون آقای منتظری نوشته اعتصاب غذا تو بشکنه، تو به درد مردم میخوری، نبایستی تو کشته بشی در زندان به دلیل اعتصاب غذا. میگه پیام محبت آمیز شما واصل شد، ظلمی که بر من میرود یک از صد برابر ستمی است که بر همبندی های من روا داشتند، یعنی در گذشته. و حالا در میان ما کسانی از زندانیان دهه 60 هستند که از قتل عام شهریور 67 جان سالم به در بردند. وقتی از شرایط زندان آن دوران سخن میگویند، مو بر تن انسان سیخ می شود. میگویند در سلول های انفرادی که مرا حبس کرده بودند، یک تخت سه طبقه قرار داده بودند و 30 نفر در آنجا جا داده بودند و در هر طبقه 9 نفر چنباتمه زده بودند و 30 نفر در آنجا جلوی در و 30 نفر در آنجا جا داده بودند و جلوی در عده زیادی چنباتمه زده بودند و هنگام رفتن به زردشویی زانوها باز نمی شده است و به این می گفتند زندان مجردها. یا قصه قفسهای آهنی و تابوت و کیسه بوکس که مربوط به حاج داوود آهنگر. یک زند... من این خاطرات خانم منیره برادران خوندم راجع به این جنایت پیشه حاج داوود آهنگر، داستان ها هست که این شب من باید خدمتون بگم. اینا همش در زمان اون امام کبیرشون بوده. یک جانی آهنگر که حدود 1.90 قدش، 150-60 کیلو هم وزنش، یک وحشیه به تمام معنی. این زنهای دخترای ما رو تو زندان با لگد، تروک کارش هم این بوده، با لگد میزده وسط پای اینا، اینا رو از جا میکنده و اینا میرفتن بالا سرنگون میشدن و این و اون جانیای اطرافش میخندیدن. و اکثرا این عملش به خونریزی شدید میان بچه ها دخترهای ما اونجا منجر میشد. چه جنایت هایی این مرد کرده، باید راجع بهش صحبت بشه. حالا میگه یا قصه های آهنی و تابوت و کیسه بکس حاج داوود آهنگر رئیس زندان گوهردشت دهشتناک است. حال میفهمم اگر فریاد اعتراض پدر شما نبود چه بر سر ما میآمد. اینجا همه زندانیان برای والد معظم شما دعا میکنند و برایش علو درجات مسئلت دارند. بگذار جان ناقابل من نیز سبب شود تا آیین دادرسی در محکمه ها رعایت شود و از نفوذ عناصر ضد انقلاب و منافق در وزارت اطلاعات و سپاه کاسته شود. شاید آیندگان برای من نیز خدا بیامرزی بگویند. آقای دکتر خزعلی، خدا بیامرزی زمانی است که شماها بگید این رژیم از ابتدا تا به حال جانی بوده و جنایتکار بوده، از اون رهبر قبلی تا این رهبر فعلی، و بگید که اینا یه عده جانی بودن که بختکوار افتادن تو مملکت ما و میهن ما رو از هر نظر 100-150 سال کمه، 1500 سال بردن عقب. شما این خشونتی که اینا اعمال کردن و این خشونت نهادینه شده تو مردم ما، حالا تو یکی دوتا نسل نمیتونین از بین ببرید. حالا بگذاریم از مسائل دیگه. حالا میگه شاید با شهادت من بساط بیدادگاه های انقلاب و این شعب فرمایشی و شعب تجدید نظر کذایی جمع شده و این رسوایی از دامان دستگاه قضا برچیده شود، که نمی شود.
سه نفر از هم اتاقی های مرا بدون ادله و مستندات و اقرار قاضی پیر عباسی ظرف 2 دقیقه به 17 سال حبس محکوم کرده است قاضی محترم اون دادگاه، و اینک از 14 بهمن به اعتصاب قضا پیوستن. فرد دیگری را بدون ادله و اقرار به صرف 1 ایمیل 1.5 سطری دریافتی مجعول به اعدام محکوم کردن. دیروز یکی از همبدنی های ما که توسط قاضی صلواتی 2 بار به اعدام محکوم شده بود در اعاده دادرسی آزاد شد و نزد خانواده اش رفت. مراسم تودیع او از زندان یکی از شادترین و بی‌نظیرترین خاطرات شیرین همه زندانیان بود. این نشانه از دقت نظر قاضی قضایی است. راست میگه، یه نفر محکوم به اعدام میکنه، معلوم نیست پولی دادن، مسلم رشوه داده، یا از اعدام عفو میشه. و ایشون اشارهش اینه، میگه در این حال که خوشحال بودیم، ولی این نشونه از عدالت قضایی ایناست. هفته گذشته جوانی را به خاطر تکذیب نکردن عقایدش که در چند ثانیه که در چند بیانیه آمده بود به زندانی دیگر تبعید کردند تا باقی مانده حبس را به او و مادرش سخت گردانند. 3 تن را به جرم مسیحیت در بند کردند در حالی که کاری به سیاست و حکومت ندارند، و تنی چند دیگر را به صرف عقاید مذهبی، دینی و فرقه‌ای و فارغ از سیاست به حبس‌های طویل المدت محکوم کردند. و ما با آنها صرف نظر از اختلاف عقایدشان از تمام حقوق شهروندی آنها را محروم کردند. بله، حالا این یه قسمتیه، چون خیلی نامه زیاده، من اگه دیدم بخوام بخونم همه رو باید بگم. فقط این در آخر اشاره میکنه در شکنجهگاه ها آقایون مینویسن که وقتی که راجع به قرآن صحبت میشه اینا قرآن رو برمیدن پرت میکنن تو صورت آدم ها و فحاشی حتی به حضرت محمد میکنن و میگن خدای ما، محمد ما، دین ما، حضرت آغاست. همین رو نگیرم. بله، حالا خیلی جالبه، همین برای اینکه بدونید که این حکومت چقدر حکومت مقدسیه. چند تا فراز از صحبت‌های مقام معظم روزخان بزرگ رو برای شما جمع‌آوری کردم با ذکر تاریخ و روزش و سالش. ببینید ایشون چی گفته. خبرنامه دانشجویان ایران در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و اهمیت آن که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است، ایشان همواره گوشزدهایی را به نمایندگان ملت داشتند. به گزارش خبرنگار خبرنامه دانشجویان ایران، آنچه در زیر می‌خوانید گوشه‌هایی از رهنمودهای چند سال اخیر رهبر انقلاب به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی است. ایشون میگه که اگر کسی برای نمایندگی مجلس دهان مردم را شیرین کرد باید رد صلاحیت شود. مقام معظم روزخان بزرگ میگه، اما البته خودشو نمیگه. اگه یه عده نوکر و چاکر مثل حالا تو اون طویله مجلس چپوند و اینا صبح تا شب گفتن رهبر رهبر، این دهان شیرین کردن نیست، این وظیفه این نوکر هاست در برابر رهبر تابع باشن و نوکر باشن. چرا این خیال میکرد که ملت ما یه ارباب کم داره، اونم یه روزخانو که بیاد بشینه اون بالا، همه چشاشونو بمالن جا پای آقا، همه صبح تا شب بگن این آقا پیامبره، این آقا خداست، این نماینده امام زمانه. ولی اونا دیگه اگه پول مول به کسی رد و بدل کنن، اینا از نظر اسلام اشکال داره. میگه در هنگام انتخابات، این مقام معظم روزخان بزرگ گفته، اگر در هنگام انتخابات به او پول بدن تا وارد مجلس شود، اگر واقعا این طور کسانی را شناختید بی‌دریغ آنها را رد صلاحیت کنید. حالا یه جای دیگه میگه که بیانات در خطبه های نماز جمعه 19 رمضان
20-11-74 مبادا کسی به مجلس برود که گیرندش به سمت غرب باشد و از غرب پیروی کنه. اینا همش اشکال داره. حالا یه جای دیگه میگه که بیانات در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش در تاریخ 28-1-75 میگه در روز قیامت، مقام روزخان بزرگ، در روز قیامت حتی از رأی سفید نماینده مجلس نیست سوال می شود. بله، واقعا مسئولیت سنگینی است. خدای متعال در روز قیامت از یکایک دقایق و اقداماتی شما در این کار سوال خواهد کرد. از همه آن تاییدها یا ردهایی که می کنید سوال خواهند کرد. اگر تایید نکنید و بگویید پس حالا که اینقدر سخت است کارت سفید می دهیم یا در این مجلس بی‌طرف می شویم، از اون هم سوال خواهند کرد که چرا رأی ندادید؟ باید رأی می دادید. وقتی که شما در امری حکم هستید و برای تصمیم گیری جهت کاری بزرگ شما را در آنجا نصب کرده اند، باید آن کار را متقن انجام بدهید. و قضیه این است که این مسئولیت دینی سنگینی است. میبینید همینانی گرم چه رهبری داریم. بحبه. خدای بزرگ رو، روز قیامت رو سوال، حتی اگه شما رئیس سفید، اما یکی نیست از این مردک بپرسه. اون کسانی که این سوالا رو میکنن از درگاه خداوند متعال شما، مردک از تو نمیپرسن که تو در عرض این 22 سالی که در صدر قرار گرفتی، درست اون اوائلی که به روی کار آمدی اون جریان کشتار میکنوس را انداختی و قطعای خارج از کشور، بعدش همه این هنرمندان و نویسندگان و مترجمین رو چپوندی توی اتوبوس که در راه ارمنستان سرنگونشون کنید بیاره، بعد جریان حکومت خاتمی پیش اومد، کشتاری که توی دانشگاه تو خوابگاه دانشجویان کردی و یه عده از این اراذل و اوباش رو ریختین، بچه ها رو تکه پاره کردن و بعد اومدی گفتی اگر دیدین که عکس منم پاره کردن، بعد اون اراذل و اوباش که اونجوریستن شروع که این گریه کردن که اگه عکس شما، اگه عکس شما رو پاره کرده بودن چه اتفاق می افتاد. بعد اومدید گفتید همه این کسانی که این وقایع رو انجام دادن همه باید در دادگاه محاکمه بشن. بعد اون دادگاه قلابی رو درست کردی، بچه هایی رو که کتک خورده بودن محکوم به زندان های طبیعی که هنوز تو زندان هم بعضیاشون، و اون جانیانی که بچه ها رو زده بودن آزاد کردی. بعد قصهای زنجیری جانیان فرستادی، شریفترین انسان های اون مملکت رو کشتن و بعد باز اومدی تئاتر دادی که بله اینا بعد دردا اینا از ما نبودن، ما چه نفعی برامون داره که یه نویسنده و مترجم و نمیدونم آقای نمیدونم فروهر و همسرش اینا رو بکشین. این کار اسرائیل بوده. و بعد نوکرات و پرستادی اون زن آقای سعید امامی رو بعد از اینکه واجبی بهش دادن اون بلاها رو سرش آوردن که اون زن میگفت آقا من یه زن مسلمانم، این حرفا رو به من نزنی. اون جیانی بازجو بهش میگفت چند نفره رو تخت خوابت میخوابیدی؟ اینا همش از اسلام شماست، مقام معظم روزخان. اینا رو اونا سوال نمیکنن از شما، فقط رئیس سپید رو سوال میکنه. و بعد از جریان کتک زدن دانشجوها در زمان آقای خاتمی، همین 22 خرداد دو سال قبل چه جنایت هایی کردی؟ بعد کاریزه چه جنایت هایی کردی که گفتی قلب من درد اومده؟ واقعا همین چند روز پیش بود که آقای سعید مرتضوی رو آزاد کردی. اینا رو که دیگه ما نگفتیم، که اینا رو خودتون خداتون دارن میگن. حالا اینا جنایتی بود که انجام دادی، جنایتهایی بود که انجام دادی، چپاول اموال مردم ایران، 3,000 میلیارد دلار، 3,500,000,000 دلار چپاول کردی. یه دادگاه گذاشتی نه اسم جهرمی توشه نه اسم آقای خاوری. تو دادگاه همه رو گردن اونا انداخته. بعد زد و بندای داخلی یقه هم دیگه رو گرفتی. احمدی نژاد میگه دوزای اصلی رو ول کردن، میخوان ما رو بدنام کنن. بعد اونا دیگه هم همه میگن آقا ما پرونده رو میدوسیم، ما اومدیم سرمایه گذاری. حالا
یه درم میگیرین اعدام میکنین، مثل اون پرونده 1500 میلیاردی که یادتونه فاضل خداداد بی‌نوا رو آوردید اونجا اعدام کردید، بعد اون مرده که رفیق دوست آزاد کردید. عدالت امام زمانیه دیگه. بعد این نوکرا نقدی، جعفری، نمیدونم اینا شاکرا رو، یه عده عرازل و اوباش تو مملکت حاکم بر سرنوشت که اینا رو دیگه ما نگفتیم، اینا رو اینا گفتن. این آقای روح الله زم چیزایی نوشته همین الان آدم حیرت میکنه، حیرت میکنه از اینی که چه اتفاقایی داره تو مملکت میفته. چون خیلی زیاده، من میذارم یه موقعی دیگه به این مسائل میپردازم، چون واقعا اصلا چندین صفحه هر چقدر سعی کردم که خلاصه بکنم اینا رو امکان نداره، نمیشه شما اینا رو خلاصه کنید. آخرین شیرین کاریشون دیروز ریختن منزل، امروز منزل آقای احمد منتظری، تمام لپتاپ و این اسناد و ایناشو برشن بردن. بعد دفتر پدرشو همه رو پلوم کردن، چیزها رو برشن بردن و گفتن که شما اجازه ندارید با کسی صحبت بکنید، مصاحبه بکنید، از این حرفا. آخه این چه حکومتیه که هر روز زندانها رو زندانیانش رو بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنی؟ شما تا کی میخواین به این پیچ هرز ادامه بدید؟ تا کی؟ یه در آوردی تو دادگاه، خب چیکار کنید؟ همون آقایی که میگفت کش ندین، چرا کش دادن اینا؟ برای اینکه مسئله اگر یک مطبوعات آزادی تو مملکت بود، اگر افشاگری بود، مردم نظارت میکردن در این دموکراسی و مردم سالاری دینی شما که حالا میگی تمام این کشورهای منطقه بیداری اسلامی، بهار عربی رسش کشتی بیدار، اینا از ما دارن سرمش میگیرن، از انقلاب 57 ماری که همین آقای خزعلی آبروتون رو برد، آبرو نداشتتون. گفت حالا میفهمم چه جنایتهای ما کرده بودیم و ما نمیدونستیم اون موقع. همین برادر دکتر مصطفی دانش رو افتخار اون مملکت بود، صدها سیاستمدار، پزشک، احزاب آلمان، سندیکالیستا برای اون مردک جیانی به خمینی نامه نوشتن که آقا این افتخار اون مملکت شماست، چرا میخواین اینو بکشین؟ و اون شکنجهگرش که دکتر احمد دانش نجاتش، گفت شما فقط یه جا نمیخواد بگی من مصاب، بگو که آقا من به دین کاری نداشتم، یه چیز کوچولو بنویس ما آزادت میکنیم. نکرد. این انسانهای شرافت، حالا از هر عقیده سیاسی، اینا بودن که آبروی این رژیم با خونشون از اون ابتدا تا به حال ریختن. دیگه این جیانی ها نمیتونن ادعا کنن. اینی که الان ما سربلندیم و میگیم اینا یه عده جیانی هن، اونا بودن. احمد دانش، صدها میهن‌پرست و دگراندیش، فرق نمی کنه از کدوم سازمان، اینا بودن در برابر این رژیم ددمنش ایستادن و گفتن که ما دست از عقایدمون بر نمی کنیم، دست از عقایدمون بر نمی داریم و به همین دلیل جونشون رو دادن. خیلی ها بودن میتونستن با یه خط، با یه خط بنویسن و جونشون نجات دادن، ولی نکردن، شرافتشون نفروختن. صدها نویسنده ما، شاعر ما، هنرمند ما، سیاستمدار ما آمدن بیرون، از صفر شروع کردن، با بدبختی شروع کردن، با فقر و بیچارگی، خودکشی کردن یه عده زیادشون، ولی زیر بار این ملاها و روزخانها نرفتن. گفتن اونجا حکومت در دست اراذل و اوباشه و ما نمیتونیم با اینا کار کنیم. بله. حالا این جالبه، رئیس ستاد انتخابات گفته از این مجلس فعلی 33 نفر رو تا به حال 33 نفر رو رد صلاحیت کردیم. یکی از کسانی که رد صلاحیت کردن یه آخونده، از آخوندای مجلس، یکیشم نایب رئیس، آقای صدر نایب رئیس مجلسه، گفتن التزام به رژیم و اسلام نداری. با اون آخونده گفتن که تو التزام به اسلام نداری. به یه آخوند
آقای روح الله زم، همین جوانی که پدرش تو مدیر کل ارشاد بوده، میگه یکی از این روزایی که منو شکنجه شدید داده بودن و دیگه من راضی شده بودم که با اینا یه مقداری همکاری کنم، منو آوردن بردن اتاق یه آدمی، گذاشتن روی یه دونه از این چیزای چرخی و من نشستم اونجا و چشمبند منو باز کردن و من نگاه کردم دیدم یه آدمی سرش تاسه، جای مهر رو پیشونیشه و چشمای روشنی داره و تازه فهمیدم تو این مدتی که من چشم بند بسته بودم و یه سرشکنجگر اونجا بود که یکی در لباس یه آدمی که آدمو نصیحت میکرد، یکی فحشای رکیک میداد، یکی کتک میزد، یه 5-6 نفر رئیس اینا تا به حال صداشو میشنیدم. میدونید همینان گرامی کی بوده؟ آقای حجت الاسلام حیدر مسلحی. این آقای روله زم نمیشه، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که مقام معظم روزخانه بزرگ، سر به خاطر ایشون با احمدی نژاد درگیر شد. توجه کردی؟ اینه وزیر این مملکت، همون مرده که دروگو که میاد این اراجیف رو میگه جل دوربینا، هی راجب دشمنان ایران و اینا صحبت میکنه، دشمنان جمهوری اسلامی صحبت میکنه و هی کشف میکنه و نمیدونم این هواپیمای بدون سرنشین میاره پایین و اون نمیدونم رهبر بلوچای فلان میگیره رو آسمون میاره و همه میگه که ما توی موساد و توی نمیدونم CIA و همه جا نفوذ کردیم ولی ارزه ندارن تو خیابونا با قول خودشون، من که میگم کار خودشونه، تق و تق میچسبونن به ماشینا، آدم ها رو میکشن، با قول خودشون متخصصینش میکشن، اینا که تو CIA و توی نمیدونم موساد و همه جا نفوذ کردن، ارزه ندارن مملکت خود ام القرای اسلامی رو حفظ کنن از خطر تروریست ها، با قول خودشون. حالا هم که دیدید این اراذل اوباش که فرستاده بودن توی تایلند، شب قبل این مامورین آقای امام زمان رفته بودن توی معذرت میخوام فاحشه خانه، در اونجا با خانومای اونجا عکساشون اومده بیرون، اول عرق خوری و با اونا لذت همخوابگی کشیدن، بعد فرداش هم ترور کسانی که مخالف اسلام بودن رو ترور کردن، صهیونیست‌ها رو ترور کردن. بله خیلی حرفای دیگه هست همینان گران، میذارم برای نوبتی دیگر، صحبت میکنم با دکتر مصطفی دانش همینان گرامی، دوست بسیار ارجمندم، روزنامه نگار بسیار مبرز، میگم مبرز دلیل دارم همینان، برای اینکه شما میتونید روزنامه نگار باشید ولی بترسید در نمیدونم بهتون یه ماموریت بدن بگین آقا نمیرم. دکتر دانش درست در وقایعی که خطر بیخ گوش بود هیچ کس نمیرفت، خیلی خبرنگار توی مثلا 100 تا یه نفر بود در جنگ افغانستان، در جنگ عراق، و خیلی از این وقایع شرکت مستقیم داشت، از وسط جبهه گزارش میده. دکتر دانش سپاسگزار که قربون شما اومدید در برنامه من بار دیگر. دکتر دانش، این جریان حمله قریب البقوع اسرائیل، همینطور ما مرتب میشنویم، حالا این یا تبلیغاته یا برای خالی کردن دل رهبران جمهوری اسلامی، من نمیدونم اسمشو چی باید گذاشت، یا اینی که اینا اینقدر این مسائل ادامه میدن هی میگن اسرائیل قراره حمله کنه، آمریکا نمیذاره، آمریکا قراره حمله بکنه، این پیشنهادات رو میزشونه، همه گزینه‌ها رو میزه، اینقدر این مسئله رو بگن عادی بشه بعد یهو حمله کنه، چیه این مسئله؟ به نظر من باید به این مسئله اشاره کرد که لااقل میتونیم در تاریخ چندین ده سال اخیر نمونه هایی بیاریم، شواهدی بیاریم که اسرائیل بلوف نمیزده. آقای فرجی ببینید، همونطوری که من در برنامه‌های گذشته هم چندین بار گفتم، در سال 1981 اسرائیل حمله میکنه به تأسیسات اتمی عراق در اوزیراق و تأسیسات اتمی صدام حسین رو نابود میکنه و روز بعد از این تخریب تأسیسات
در واقع سخنرانی مناخم بگین نخست وزیر اسرائیل بسیار جالبه و اون چنین اشاره میکنه که ما در تاریخ دیگه به هیچ کشوری و هیچ کشور اسلامی و کشورهای عرب اجازه نخواهیم داد که در واقع دستیابی به بمب اتمی بکنن و موجودیت اسرائیل یا هولوکاست جدیدی رو به وجود بیارن. یعنی از اون زمان این دکترین در واقع مناخم بگین مطرح شد و همونطوری که میدونین در 6 سپتامبر 2007 هم حمله کردن به تاسیسات اتمی سوریه و اونو تخریب کردن و در سال 1983-84 قرار بود به تاسیسات اتمی پاکستان حمله بکنه. ببینید چه مسافت عظیمی رو باید اسرائیل طی می‌کرد و حتی در سال 1984 توافق می‌کنه ایندیرا گاندی نخست وزیر هندوستان که اسرائیل بتونه از تو دو پایگاه نظامی هندوستان استفاده بکنه برای حمله برای تخریب تأسیسات اتمی پاکستان که متاسفانه در اون زمان در جنگ سرد آقای ریگان با اینکه میدونست دولت آمریکا که پاکستان دستزد تولید بمب اتمی و در سال 1984 شواهد نشون میدن که حتی امکان انفجار اتمی در پاکستان وجود داشت ولی خب به خاطر مقابله یا مبارزه بر علیه نیروهای شوروی در افغانستان و نفوذ شوروی و کمونیست در اون منطقه در واقع و مخالفت با هند و مخالفت با هند این خبر رو به کشور به ضیاءالحق مستبد اون زمان دیکتاتور اون زمان پاکستان دادن و چنین اتفاقی نیفتاد. میخواستم به این ترتیب مطرح بکنم که در تاریخ لااقل دو بار اسرائیل نشون داده که بلوف نمیزنه و به نظر منم این بارم بلوف نیست. با تمام تبلیغات و جنگ روانی که امروز وجود داره به نظر من دو حالت بیشتر وجود نداره. یا این تحریم های عظیم نفتی و تحریم بانک مرکزی و تحریم مالی ایران که در واقع کمر ایران شکنده در چند روز پیش فرانکفورت رونشا این روزنامه معروف آلمانی یک مقاله می نویسه در آخر مقاله اشاره میکنه که رژیم جمهوری اسلامی دیگه قادر نیست حتی هزینه و مخارج و حقوق کارمندان خودش رو بپردازه. نه اینکه به زودی قحطی پیش خواهد آمد به گفته در واقع به گفته اسکرالادی که چند ماه آینده در ایران قحطی خواهد بود و فرانکفورت رونشا چنین مطلب میکنه که به زودی حتی حقوق کارمندان پرداخت نخواهد شد. به نظر من اینها بلوف نیست. اون چیزی که مهمه یا اینکه تحریم ها تأثیر میذاره و رژیم جمهوری اسلامی رژیم کودتاگر مجبور میشه عقب نشینی بکنه و برنامه اتمی رو قطع بکنه، در این صورت خطر جنگ وجود نداره، یا اینکه ادامه میدن به برنامه اتمی و متاسفانه باید بگیم که سرنوشت خامنه‌ای، شخص خامنه‌ای و سرنوشت رژیم کودتا، سران پاسداران در واقع با سرنوشت بمب اتمی یا بگیم برنامه اتمی گره خورده و اونها میدونن اگه کوچکترین عقب نشینی بکنن در واقع موجودیتشون از بین خواهد رفت در خود ایران و نیروهای دیگه اونها رو عقب زدن. این امکان وجود داره در ایران که به زودی اتفاقات دیگری بیافته. میدونی که سپاه پاسداران و سپاه صفوف میانه سپاه پاسداران لطمه عظیمیشو خورده. اینا همه در واقع شرکتدار و کارخونه‌دار و سرمایه‌دار شدن و منافعشون به خطر افتاده. موقعی صحبت از 1000 اسکله قاچاق صحبت میشه اینه که ده ها میلیارد دلار در سال سپاه پاسداران و افراد سپاه پاسداران در واقع پول به جیب میزنن و امکان این وجود داره که خود اینها باعث سقوط خامنه ای و رژیم کودتا یعنی سران سپاه بشن. این یک امکان وجود یعنی داره. خود احمدی نژاد خود احمدی نژاد مطلب دوم اینه که احمدی نژاد در مقابل اونها ایستاده و اگه دقت کرده باشین در چند روز پیش نشستی بوده بین سران سپاه پاسداران و آقای خامنه ای و سران سپاه پاسداران آقای جعفری و دیگران خواهان این بودن که هر چه زودتر این خطر بزرگ منظورشون احمدی نژاده اینو برکنار بکنن و خامنه ای دستور داده که اینو واگذار بکنه به بعد از انتخابات و حتی به سران سپاه پاسداران دستور داده که از هم اکنون تمام سرنوشت انتخابات رو به دست بگیرن، کنترل بکنن تا نتیجه انتخابات تعیین بشه. در واقع کودتای 1388 اگه در مخفی انجام شد الان آقای خامنه‌ای میگه برین انتخابات کنترل بکنین تا نتیجه انتخابات ایشون اعلام بکنه. این در واقع اون آزادی و دموکراسی که این شخص سارق بزرگ به گفته شما رئیس روزخانان در ایران در واقع چنین دستوری رو خوب اشاره کردیم. ببینید الان
مثلا امروز جمهوری اسلامی اعلام کرده ما به چند کشور اروپایی پیش دستی خواستن بکنن، نفت دیگه صادر نمی کنیم و جلوی به اصطلاح صدور نفت رو به چند کشور اروپایی گرفتیم که بعدا اینو تشدید خواهیم کرد. چند نفر این سفرا هم خواستن از این پوزایی که توی خریدار تو فقط همون اراذل و باش خودشون، بعدا بلافاصله کشورهای اروپایی اعلام کردن که اصلا این بستن شیر نفت اینا هیچ تأثیر برای ما نداره، برای اینکه ما جایی داریم که نفت و قبلا اونجا برای 120 روز نفت تازه سراسر دنیا اگه قطع بشه برای 120 روز اونجا ما نفت نگه داشتیم، بعدم برای این نفتی که از ایران میگیریم برای مثلا 15 سال اگه نشه ما اندوخته داریم. این جریان چیه؟ کشورهای اروپایی مدت هاست که به این فکر بودن که روزی در واقع جمهوری اسلامی چنین تحریمی رو خواهد کرد. اونا موقعی که تحریم کردن و گفتن از ماه ژوئیه ما تحریم انجام میدیم، مدت هاست به این فکر بودن که بتونن چنین عکس العملی را رژیم جمهوری اسلامی انجام خواهد داد، چنین بلوفایی رو خواهد داد. و به درستی شما گفتین در واقع رزرو استراتژیک اروپا نه تنها 120 روزه، به نظر من 120 روز هم بیشتره، در حدود 136 میلیون تنه، 136 میلیون تن رزرو استراتژیک اروپا، فقط اروپا است، از آمریکا صحبت نمی‌کنیم. و این نه تنها برای 120 روز، بلکه واردات نفت ایران به مدت 5 سال، یعنی 5 سال اگر از ایران وارداتی نداشته باشن، اینا میتونن بدون واردات ایران در واقع زندگی بکنن. خب اینا پیش بینی کردن اگه ما نفت رو قطع کنیم مثلا تا 150 دلار میره. ولی باید به این مطلب هم اشاره بکنیم. ببینید از در ماه‌های دسامبر و ژانویه امسال عربستان سعودی تولید نفتشو به مقدار 300 هزار بشکه بالا برده در مدت دو ماه، یعنی به زودی این امکان وجود داره. عربستان سعودی هم چندین بار اعلام جنگ نفتی با ایران کرده، امکان وجود داره که عربستان سعودی تولید نفت خودش رو بیشتر از 1 میلیون تا 2 میلیون در روز برسونه و تمام اون نفتی که ایران صادر میگرده به کشورهای اروپایی در حدود 500 هزار بشکه در روز در واقع اینو تامین میکنه. ولی چیزی که من امروز خوندم از قول یکی از مطبوعات معروف آلمان این بود که ایران در به در دنبال خریدار نفت می‌گرده، این 500 هزار بشکه‌ای رو که به اروپا نمیدم اکنون در فکر پولش رو می‌خواد از کجا بگیره؟ پول نمی‌ذارن بگیرن، در واقع نفت رو میدن و در مقابلش جنس وارد می‌کنن، معاملات پای پای. اون چیزی که از چین وارد می‌کنن خب می‌دونید همون اجناس بنجلی است که چین به ایران میده و چین خواهان یک چنین سیاستی است که ایران وابسته به چین بشه و نفتش رو به چین بده و بتونه در واقع صادرات داشته باشه به ایران. و موقعی که جمهوری اسلامی در به در، یعنی صحبت از این بود در این نوشته معروف روزنامه آلمانی که از ماه آپریل اگه اینا نتونن 500 هزار بشکه را به کشور دیگه به فروش برسونن ضرر عظیمی خواهند کرد، یعنی سالانه 27 میلیارد دلار در صندوق نخواهند داشت. و این اون بلوفیه که جمهوری اسلامی میزنه و ممکنه قیمت نفت برای کوتاه مدت به 120 130 شاید هم 150 برسه، ولی این کوتاه مدت خواهد بود. به زودی کشورهای دیگه ببینید، فقط کشور قطر، این کشور کوچکی که فقط 300 هزار نفر جمعیت داره، ایران 75 میلیون جمعیت داره، درآمد سرانه مردم قطر 75 هزار یورو، 100 هزار دلاره، در صورتی که ایران، مردم بیچاره ایران 75 میلیون با فقر مطلق روبرو هستن. بیش از 90 درصد بگیم مردم مظلوم ایران، مردم مظلوم ایران، با فقر مطلق روبرو هستن. و به گفته خود متخصصین رژیم جمهوری اسلامی، رژیم کودتاگر در این چند روز اخیر 15 تا 20 درصد به خط قرمز زیر خط فقر اضافه شده و این باعث تأسف فکر میکنم تمام ایرونی هاست که چنین اتفاقی برای مردم مظلوم به درستی شما میگین داره میافته. و آقای خامنه‌ای و دیگران صحبت از این میکنن کدوم بحران کدوم بدبختی. نه تازه امروز خبر خوش دادن که از چند روز دیگه قیمت این چیزای مثلا مثل بنزین، گازوئیل، نفت سیاه اینا قیمتش میره بالا و بعضی ها پیش بینی کردن، خود روزنامه داخلی، سایت های داخلی، بعضی از اینا تا 300 درصد گرونتر میشه. طبیعیه با این شرایطی که خودشون به وجود آوردن طبیعیه که در واقع لطمه عظیمی نه تنها به اقتصاد ایران زدن بلکه به مردم ایران زدن، سرنوشت خودش رو مردم ایران گره زدن، با سرنوشت ایران گره زدن. و همون سیاستی که هیتلر در جنگ جهانی دوم کرد، اگه یادتون باشه در روزهای آخر جنگ هیتلر هنوز صحبت از پیروزی میکرد و ده ها هزار نوجوان 13-14 ساله رو قذافی همیشه صحبت از این میکرد که مردم حاضرن به خاطر من شهید بشن، کشته بشن و در واقع 50 هزار نفر رو با
استبداد و دیکتاتوری که به وجود آورده بود و خودخواهی عظیمی که درش وجود داشت به کشتن داد و آخری هم با وضع فلاکتباری او رو دیدیم که بسیار زیاد بود. حالا دکتر دانش، با وجودی که یه خطر بالقوه یعنی مسائل مذهبی مردم لیبی رو تهدید میکنه، با این وضعیت که الان در لیبی حاکمه، با وجود این آمارگیری هایی که کردن میگه 99-95% مردم لیبی از اینی که قذافی رفته خوشحالن و این امیدو دارن که در آینده بتونن این بحران ها رو پشت سر بذارن و یه حکومت سکولار به اصطلاح یه دموکراسی واقعی در لیبی مستقر شه. حالا میپردازیم به مسئله سوریه. دکتر دانش، میدونید که یه ناو ایرانی از کانال سوئز عبور کرد که باز دوباره سرصدا بلند شد اینا، بعد رفت توی سواحل سوریه پهلو گرفته و صحبت بر سر اینه که در این ناو جنگی یه مقداری تسلیحات و اسلحه و مسلحه و اینا رو یا عده از کسانی که قرار بوده به بشار اسد کمک بکنن فرستادن به سوریه. الان با این وضعیت که در سوریه پیش اومده و این وضعی که روز به روز داره خطرناک‌تر میشه، حتی آقای بان کی‌مون به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد برای اولین بار یک کشوری رو رهبرانش رو محکوم میکنه به جنایت و میگه جنایتکاری میکنین شما، حالا شما چی میبینید در این قضیه؟ یعنی اون کاری که ایران میکنه، در واقع ایران میدونه که با رفتن سوریه و رژیم بشار اسد در واقع کمر ایران در منطقه شکسته شده، یعنی ستون اصلی حمایت ایران در منطقه نابود شده. ما چندین بار در این باره صحبت کردیم، هم اکنون حزب الله لبنان دیگه در کنار ایران قرار نگرفته. در سخنرانی آخرش حسن نصرالله چنین میگه که ما اگه جنگی هم بشه باید فکر بکنیم آیا کنار ایران قرار خواهیم گرفت یا قرار نخواهیم گرفت، و حماس هم در واقع دیگه کنار ایران نیست. و جالب اینه که برای اینکه چند میلیون شاید چندین صد هزار یا کمتر از 100,000 دلار به هانیه بدن، اون رو برای تبلیغات به ایران بردن و محمود عباس و الفت شدیداً به هانیه اعتراض میکنه، میگه در مقابل تو آقای خامنه‌ای، شخص خامنه‌ای این دروغگو. و جالب الفت شخصا میگه این شخص حقباز و دروغگو در مقابل تو به رهبر بزرگ جنبش آزادی بخش فلسطین عرفات توهین کرده و تو اون به خاطر مقدار کمی پولی که ازش میگیری سکوت کردی و تبلیغات را دی. اینو به اسماعیل هانیه میگن. این سخنیه که چند روز پیش الفت مدر محمود عباس و الفت اینو مطرح کرده. ببینید اون کاری که ایران میکنه در واقع دیوانگی محض، یعنی فکر میکنیم با دو کشتی جنگی که اصلا اینا قدیمی هستن و قدرت آتش ندارن اینا رو به بندر ترتوس فرستادن، فکر بکنن رژیم اسد نجات میدن. در واقع بحرانی که در سوریه امروز وجود داره به مراتب بزرگتر از اونه که رژیم جمهوری اسلامی بتونه به این بحران چیره بشه یا اسد نجات بده. همکنون خود سفیر آمریکا و سازمان جاسوسی آمریکا، سازمان سیا، رئیسش کلاپر چند روز پیش گفته که دست القاعده هم حتی در داخل سوریه بازه، یعنی در واقع نیروهای القاعده وارد سوریه شدن و در جنگ ها شرکت میکنن و در انفجارات دمشق و آلوپو شرکت داشتن و در به خصوص در دمشق. یعنی در واقع در اونجا اتفاقی داره میافته و نیروهایی که از عراق دارن به سوریه میرن و در کنار سنی ها قرار میگیرن، حمایتی که اخوان المسلمین از اردن دارن سنی های سوریه رو میکنن یا شورشیان رو میکنن، بخشی از شورشیان، من نمیگم همه، در واقع این جنبش جنبش مردمیه، باید اینو بگیم، ولی به گفته خود بیشتر طول کشیده این آدمای چیز بیشتر اومدن به گفته خود جیمز کلاپر امروز نفوذ شدیدی داره القاعده میکنه و نیروهای سنی که در سابق بر علیه ارتش آمریکا در عراق مبارزه میکردن، بر علیه حکومت مرکزی الملکی مبارزه میکردن، امروز در اونجا تقویت شدن و در واقع میتونه یه شکاف عظیمی در داخل خود شورشیان به وجود بیاد و خطر جنگ داخلی بسیار زیاده. و میدونین که امروز در واقع نقشی که اروپا بازی میکنه یا آمریکا بازی میکنه نقش بسیار ضعیفیه و همین دیروز بود که راسموسن رئیس ناتو چنین گفت که ما دخالت نظامی نخواهیم کرد. اینو در ترکیه گفت، در مجلس ترکیه گفت ما دخالت نظامی نخواهیم کرد، برای که دخالت نظامی باعث خطرناک شدن منطقه میشه، خطر بیشتری رو به وجود میاره. ولی خب اوضاع سوریه بسیار بسیار به نظر من بحرانیه. اینی که رژیم بشار اسد دیگه نمیتونه بمونه، یعنی در این مورد شکی نیست، رژیم بشار اسد رفتنیه، آشتی با بشار اسد وجود نداره، ولی
اون چیزی که غرب کوشش میکنه و اتحادیه عرب کوشش میکنه و قطر و سوریه کوشش میکنن که با رفتن بشار اسد در واقع بتونن یه ائتلاف ملی به وجود بیارن، آشتی به وجود بیارن، نیروهای شورشی در ائتلاف ملی شرکت بکنن و در واقع نذارن شیرازه این کشور از هم پاشیده بشه. این کشور در حال جنگ داخلیه و بیش از 40,000 نفر از نیروهای ارتش تا به حال فرار کردن و به شورشیان پیوستن. هر روز در مناطق مختلف جنگ و زد و خورد وجود داره، به خصوص در حمص، و بخشای از حمص در دست نیروهای ارتشی شورشی است و این واقعیته. و رژیم ایران دیوانگی میکنه، فکر میکنه و فرستادن یک یا دو کشتی قدیمی جنگی خودش میتونه در اونجا ثبات به وجود بیاره و از همپیمان خودش دفاع بکنه. درست دانشین، آخرین سوال من اینه که این جریان به اصطلاح جنگ پنهان که میشه اسمشو گذاشت، الان در حقیقت در منطقه جنگ پنهان بین ایران و غرب و اسرائیل به وجود اومده. و این جالبه که امروز یه گزارش رو من میخوندم در ارمنستان، دولت ارمنستان داره خودشو آماده میکنه که اگه درگیری در منطقه به وجود بیاد و اسرائیل حمله بکنه به ایران، 300,000 ارمنی که در ایران هستن بیان به ارمنستان، و علاوه بر این عده زیادی از مردمی که در ایران امکان داره مورد حملات هوایی اسرائیل قرار بگیرن یا آمریکا، اینا فرار کنن بیان به ارمنستان. این که اولا قیمت زمین به سرعت رفته بالا در ارمنستان و خانه، و ارمنستان داره خودش آماده همچین جریاناتی میکنه. این واقعیت داره؟ بله واقعیت داره. ببینید، نه تنها ارمنستان بلکه کشورهای اطراف هم دارن خودشون آماده میکنن و این امکان، این خطر وجود داره. هم اکنون عده زیادی از ایرانی ها در حال در واقع خارج شدن از ایرانن، ثروتای خودشون رو دارن خارج میکنن، پولاشون رو تبدیل به دلار میکنن در بازارهای سیاه و اینو خارج میکنن، به خصوص به ارمنستان خارج میکنن و در اونجا چون ایرانی ها بدون ویزا میتونن وارد بشن و اجازه دارن ملک بخرن، زمین بخرن، خونه بخرن، پولای زیادی رو میبرن و در اونجا خونه و زندگی خودشون رو میخوان درست بکنن و این خطر جنگ بسیار زیاده. من یه بار دیگه باید به این مطلب اشاره بکنم، یعنی این بلوف نیست بینندگان. موقعی که صحبت از این میشه که جمهوری اسلامی روزی بتونه تولید بمب اتمی بکنه و این در واقع به سرنوشت بشریت گره میخوره یک چنین چیزی، و اینو نه تنها اسرائیل قبول نمیکنه بلکه خود کشورهای اروپا و ناتو و آمریکا قبول میکنه و جهان به طور کلی نمیتونه بپذیره. اجازه بدید من اینجا فقط یه تذکر شوهرتون یادتون نره. اینی که مردم ایران حق دارن از به اصطلاح نیروی اتم استفاده کنن، شکی درش نیست. برای مورد شک. ولی حکومتی که میاد بمب کنار جاده ای تولید میکنه، بعد اینی میده دست وحشی مثل القاعده و دست طالبان، اینا میذارن کنار جاده، از مردم زن و بچه و کودک رو میکشن. این اگه دست به بمب اتم بزنه و بمب اتم رو بسازه، دکتر دانش سر هر مسئله تهدیدات اتمی میکنه. در این مورد شکی نیست، ولی مهمتر از این اینه، نه تنها ایران در ترورها شرکت داره و به درستی شما اشاره کردین، بلکه ایران دو بار به آژانس بین‌المللی اتمی دروغ گفته. ببینین، ایران قبل از سال 2002-2003، قبل از اینکه تأسیسات اتمیش فاش بشه، بیش از 7 سال رابطه نزدیک با عبدالقادر خان داشت و تجهیزات اتمی از در واقع پاکستان خریده بود تا به طور اتفاقی در سال 2002 توسط گفته میشه توسط مشاهدین فاش میشه، و یک بار در سال 2009 در واقع تأسیسات فوردو رو مخفی نگذاشته بودن، به کسی نگفتن، باز اون اتفاقی فاش میشه. یعنی باید این سوال کرد، ایران طبق معاهده یا پیمان منع گسترش اتمی موظف بوده به آژانس بین‌المللی اتمی در واقع تأسیسات اتمی خودش اعلام بکنه، اطلاع بده؟ دو بار چنین کار نکرده. سوال اینه که چرا چنین کار نکرده؟ این باعث تردید جامعه بین‌المللی، باعث تردید، شک و تردید در واقع کشورهای ناتو و آمریکا و بنظرم حتی اسرائیل شده و به درستی باعث شک و تردید شده، و به نظر منم، شخص منم، چنین چیزی نباید اتفاق بیفته که ایران دسترسی به بمب اتمی بکنه. موقعی که ایران دسترسی به بمب اتمی پیدا بکنه، همون شرایطی به وجود میاد که امروز در کره شمالی داریم، ده ها هزار طفل از گرسنگی میمیرن و متاسفانه جهان و بشریت جرأت نمیکنه در کره شمالی کوچکترین دخالتی بکنه، با اینکه میبینه از گرسنگی سالانه ده ها و شاید صد هزار کودک داره در اونجا از بین میره. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش عزیز، ممنونم از شما. خب همیهنانی گرامی، سپاسگزار از اینی که به برنامه من توجه کردید، و همینجا هم برنامه من به پایان میرسه و تا برنامه فردا که ساعت 11:30 به وقت لس آنجلس آغاز خواهد شد و تا 12:30 ادامه داره،
با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.